فرسین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما هستن. وقتتون بخیر جناب ندیمی. چه تعداد از این پهپادها در اختیار روسیه قرار گرفته و در بحث قدرت تخریب چقدر قوی تر از در واقع نوع روسیه اونها هستند؟ برآورد ایالات متحده صدها فروند پهپاد یا درون با کارایی های مختلف هستش، هم برای شناسایی، هم برای تهاجم و احیانا به صورت انفجاری یا انتحاری. مشخص نکرده چه تعدادی از هر کدوم تحویل شده به روسیه، ولی برآورد من 100 فروند شاهد 136 هستش. اینا حدود 4 متر و نیم طول دارن، 30 تا 40 کیلوگرم وزن مواد منفجرهشون هست. مواد منفجره بسیار قوی هم میکنن و میتونم بر حسب برآوردهای مختلف بین 1200 تا 2200 کیلومتر بردشون هست. بنابراین میشه حداقل در زمینه تسلیحات ساخت ایران بهش لقب استراتژیک داد. ایران برای مصارف استراتژیک از این نوع پهپاد میخواد استفاده بکنه و یک نمونهش هم حمله به اسرائیل به طور مستقیم از داخل خاک ایران هستش. در اختیار نیروی نیابتی خودش در عراق قرار داده و همینطور در یمن از اونها حوثی ها استفاده کردن. در حمله به کشتی مرسر استریت هم اگر یادتون باشه تابستون سال گذشته از همین نوع پهپاد استفاده شد، دقت خیلی خوبی هم داشت در حالی که کشتی مرسر استریت در حال حرکت بود. به نظر نمی رسه که نوع هدایت این نوع درون خاص مثل هاروپی که در اختیار آذربایجان هست اپتیکی باشه، یعنی با دوربین بشه تا لحظه برخورد به هدف دنبالش کرد. به نظر میرسه که نوع هدایتش از طریق جی پی اس و همینطور ناوبری داخلی هست، آی ان اس اصطلاحا میگن، و ولی بسیار دقیق هستش. در میان پهپادهای انتحاری ساخت ایران دقیق ترین هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره، در اصفهان ساخته میشه. موتورش هم ساخت شرکت ما دو نفر هست که در نزدیک قم در یک شرک صنعتی شکوهی تولید میشه. کپی موتور آلمانی لیمباخ هست و 4 سیلندره. فقط در یک نوع دیگه از پهپادهای ساخت ایران از همین نوع موتور استفاده میشه، ابوبیل 3، که بعید نمیدونم که از همین نوع ابوبیل 3 هم برای مصارف دیگه مثل شناسایی و همینطور حمله با بمب از ارتفاع مورد استفاده قرار بگیره و به روسیه تحویل بشه، چون کمک میکنه که از نه تعمیر و نگهداری برای روسیه کمتر بشه. در مقایسه با درون های انتحاری روسیه خیلی بهتر هست، به خاطر اینکه یک شرکتی هست زالا کلاشنیکوف در روسیه که این نوع پهپادها رو میسازه، فقط حدود 3 کیلوگرم مواد منفجره دارن و به هیچ وجه قطع اینا رو ندارن. شاهد 123 اونطور که در این قرارداد در این مقاله اومده تونسته کارایی به نسبت خوبی داشته باشه، هرچند که حالا دو نمونهش با نقص فنی سقوط کرده، ولی به نظر میرسه در شرایط فعلی فقط برای مصارف تاکتیکی و توپخانه‌ای ازش استفاده میشه، اونطور که کارایی میتونه داشته باشه در عمق به هدف‌های مهم اوکراین در عمق حمله بکنه هنوز ما نشانه‌ای ندیدیم، ولی ممکن در آینده این اتفاق بیفته. آقای ندیمی خیلی کوتاه می‌فرمایید چقدر این احتمال وجود داره و تحت چه شرایطی که روسی از این پهپادها در حمله به زیرساخت‌های حساس اوکراین استفاده بکنه؟ خیلی کوتاه. احتمالش خیلی زیاده، به خاطر اینکه روسیه الان با کمبود موشک‌های کروز خودش مواجه هست و این پهپادها خیلی هزینه کمتری دارن، خیلی ارزان‌تر هستن در مقایسه با مصرف موشک‌های کروزی که روسیه دارن مثل کالیبر، و در نتیجه اگر به تعداد زیاد از اینا داشته باشه میتونه با کارایی خوبی از اونها استفاده بکنه. البته باید دید که در مقابل پدافند ضد پهپادی که آمریکا داره در اختیار اوکراین قرار بده، مثل سیستم وامپایر که با موشک های خاصی هستن که به صورت اپتیکی هدایت میشن، تا چه حد میتونه کارایی داشته باشه. یک جنگ بین پهپادها و امکانات ضد پهپادی فکر میکنم در راه خواهد. سپاس از شما فرزین ندیمی از واشنگتن.